باز هم خدمت دوستان اعلام میکنم که دفتر یادبودی هست، کسانی که علاقه دارند نخست این که باید بگویم که بار اولی که من آقای رضا مرزبان رو دیدم دقیقا می شود 50 سال پیش در بهار 1342 خورشیدی، تازه کتاب شعر امروز خراسان که اکنون باید بگم آن روز خراسان، کتاب شعر امروز خراسان کار مشترک تحقیقی من و آقای دکتر شفیع کتکنی برادر عزیزم در آمده بود و من آمده بودم به تهران با آدرس خانه اخوان که کتاب براش میگه ما رو نگه داشتن. بعد از ظهر آقای مرزبان آمدن، ما آقای مرزبان از اون پیشتر از طریق خواستن شعرشون میشناختیم، به کتاب شعر امروز خراسان که شعرهای بسیار خوبی هم داشتن. آقای مرزبان همچنان که در صحبت امروز هم گفتم با اینکه به حرفه روزنامه‌نگار بود اما در شعر و هم قصه دستی پرتوان داشت، الا اینکه مشغله روز آمد ژورنالیسم دیگه در سالهای بعد نگذاشت به اون جنبه های نویسندگی به معنی چقدر تقمانی آفریننده ادامه بده. این دیدار نخستین من بود و بعد آقای مرزبان از راه دور از خراسان سالهای دهه 40 که ما تعقیبش میکردیم روزنامه پیغام امروز هفتگی در میامد به سردبیری ایشان و بعد 4 صفحه میانش گاه هر هفته نه البته جمعه شبا صفحات ویژه ادبیات داشت که همچنان که تو امروز اشاره کردم یک گفتگو که نه یک جدال مفصلی بین شاملو و نادرپور در بیرد ما بره ما جوانان اون دوره خیلی مهم بود که پسرد اینا رو ببینیم که چه حرف و حدیثایی هست. اما درباره آقای مرزبان من خلاف سنت معمولی که هر کسی که تا زنده یاد بشه یا شاد روان باشه همه محاسن عالم رو داشته و نداشته بر او بر می شمارن، این کار را در شأن خودم میدانم نه در شأن مرزبان، اما درباره او یک چیز یک گواهی تاریخی باید بدم و او گواهی اینه. ضرب المثلی داریم که میگوین یک بارم دکتر مصدق جاودانی دکتر مصدق این رو توی مجلس به کار بود، گفت به توپچی یک عمر حقوق میدهند که یک روز به کار باید. انقلاب بهمن 57 و او آزمونی که در بارک آزادی به وجود آمد آزمون بزرگی بود برای اینکه ما متهمان به روشنفکری رو از یکی دو نسل به پیشگاه تاریخ آزمون پس بدیم. شاد آنان که از اون آزمون از اون امتحان سربلند بیرون آمدن. یکی از اون سربلندان اون آزمون تاریخی رضا مرزبان بود که در او بهارک آزادی در او بهارک مستعجل آزادی اون شماره های مندگار رو از در آورد، همچنان از در پیغام امروز. برای همین هم بود که ارتجاع حاکم بر انقلاب اون رو تاب نیاورد، همچنان که آیندگان تاب نیاورد. 3 روزنامه داشتیم که اینا واقعا روزنامه اینا سخنگویان فرهنگی انقلاب بهمن 57 بودن، روزنامه هفتگی آیندگان به سردبیری فیروز گوران یادش بخیر و روانشاد منوچهر محجوبی با آهنگر طنز بزرگ زمانه و رضا مرزبان در پیغام امروز. اینا این مثلث بودن که مطالبات تاریخی مردم ایران از انقلابی که انجام شده بود بیان می‌کردن. برای همین هم بود که هر سه اینا 6-7 ماهی پیش از بعد از پیروزی ارتجاع بر انقلاب بیشتر از این تأمل نکردن. همه اینا میانه های سال 58 زندگی فرهنگیشون تمام شد. آقای مرزبان آزمون دومش آزمون تبعید بود.
باز اینجا هم سربلند آمد. اگر بپذیریم که ما آدمیان میاییم و میرویم و آدمیت پایدار است و انسان ها زنده میشوند به وجود میایند و میمیریم اما انسانیت میمانه، تمام دعوای تاریخ مال آینده است. گفت حاصل از کشمکش زندگی من نامیست. تمام شاهنامه به عنوان شناسنامه فرهنگ ایران همش دعوا سر نامه. به نام نکو گر بمیرم رواست، مرا نام باید که تن مرگ راست. نیای خودم برسیم. آقای مزبان در اون بزنگاه تاریخون آزمون فستاد و در این بزنگاه طولانی انقلاب اون آزمون رو تکمیل کرد. هرگز آبروی فقر و قناعت نبرد، با شکیبایی همچنان که اونجا گفتم از سر با آموخته بود که توی دستان که آزادگان توی دستن و این خیلی مهمه. و امروز اجتماعی که از انبوه روشنفکران و روشناندیشان نخبه ما در غربت به بدرقه او آمده بودن، این هم گواهیست بر دعوی بنده راجع به دوست بزرگ زنده نام و زنده یاد رضا مزبان. آقای مزبان رو به خاطر اینکه ایشون روزنامه‌نگار بودن، مدافع حقوق بشر، یعنی در واقع آزادی بیان و آزادی انتشار و مطبوعات اینها بودن و از اون طرق من ایشون رو شناختم طی سالهای سال. اول زمانی که ایشون در پیغام امروز شروع به کار کرده بودن، قبل از اون با ایشون آشنایی نداشتم و بعدن هم در ببینید یکی از کارهای خیلی مهم آقای مرزبان این بود که ایشون و آقای سپهر با هم دیگه در روزهای پایانی قبل از سقوط رژیم قبلی یک نهادی رو خواستن برپا بکنن به نام انجمن دفاع از آزادی مطبوعات که بنده افتخار عضویت اون رو داشتم و به دعوت ایشون بنده اونجا رفته بودم. ریاستش هم با حسن صدر بود، از روزنامه‌نگاران قدیمی و برجسته و مصدقی و که روزنامه‌نگاران نهضت ملی ایران و کار خیلی فوق‌العاده‌ای بود که چون شروع کردن، ولی منتهاش متاسفانه با آمدن رژیم فعلی و سرکوبگری اونها این انجمن بیشتر از 6 ماهی پا نگرفت و ولی خب آثارش در تمام اون دوران بود و کارهایی که انجام دادن، این یکی از کارهای کوچیک ایشون بود که در زندگیش انجام دادش. و بعد ولی نوروز در مورد روزنامه‌نگاریش شما از من سوال کردین، یک نقطه پایانی بسیار جالب داشت و اون روزی بود که برای دفاع از آزادی مطبوعات، برای دفاع از آزادی بیان، پس از تعطیل کردن روزنامه آیندگان که روزنامه بود آزاد مستقل رو در رو با پیشرفت رژیم مذهبی در ایران و این تعطیل شده بود، جبهه دموکراتیک ملی که بنده هم از اعضاش بودم یک راهپیمایی بزرگی به طرف دفتر نخست وزیری رو دعوت کردن، مردم رو یک راهپیمایی به طرف دفتر نخست وزیری برای اعتراض به تجاوز به آزادی مطبوعات توسط دولت موقت. این خب دولت موقت محسوب میشد، تمام ایادی و کسانی که در این جریانات بودن. شب همون روز ماه رمضان بود، حضرات جمع شده بودند در یه جایی که افطار بکنند و در اونجا بیان شده بود که امروز توطئه‌ای بود علیه انقلاب اسلامی و غیره و غیره، صهیونیستا پشتش بودن چی بودن و از این صحبت ها. و آقای مرزبان روز آخرین سرمقاله پیغام امروز را تحت عنوان آقای بازرگان افطارتان قبول و در اونجا لبه تیغ تیز رو رو به شخص خمینی و تمام کسانی که اونجا بودن قرار داده بود که بعد از اون بود که به خاطر همین قضایا در روم، نمیگم در قم،
خب روم و قم خب یکی اونجا واتیکان داره اینا در قم تظاهراتی شد، میتینگی شد و در آقای خلخالی از شخص خمینی که در اون جمع حضور داشت و در اون میتینگ قم حضور داشت تقاضا کردن که حکم قتل برای آقای مرزبان و به طور کلی صادر بشه از جمله آقای مرزبان و این قطعنامه علیه یعنی سنگ بنای تجاوز اصلی و اساسی به آزادی مطبوعات رو که بر اثر انقلاب و بر یکی از دستاوردهای مردمی بود که خواستار آزادی و استقلال ایران بودن، سنگ بنای تجاوز به این رو در همون میتینگ قم قرار دادن و از اونجا بود که بنده و آقای مرزبان ناچار شدیم که بریم مخفی بشیم و ایشون 3 سال مخفی بودن، بنده 2.5 سال چون بنده زودتر اومدم به خارج و بعدش هم ایشون تشریف آوردن که در اون کتاب گریز ناگزیر داستانش رو ایشون به تفصیل تعریف میکنن. ولی این سرمقاله در واقع دیگه آخرین نقطه‌ای بودش در روزنامه نگاری ایران و اوجش در برخورد با پیشرفت در واقع حکومت دینی و یعنی استبداد مذهبی در ایران و این خیلی اهمیت داشت در زندگیشون. آقای رضا مرزبان از دهه 20 خورشیدی یعنی قبل از کودتای 28 مرداد تا انقلاب اسلامی در ایران یکی از فعالترین روزنامه نگاران بود، علاوه بر اینکه روزنامه نگار خوبی بود از بنیانگذاران سندیکای خبرنگاران و نویسندگان ایران بود، 2 دوره دبیر سندیکا بود و در تمام سالهای فعالیت سندیکایی هیچ وقت از حمایت سندیکا و هدایت سندیکا و کمک به نسل‌های جوان برای پیوستن به سندیکا کوتاهی نمی‌کرد. می‌دونید سالها روزنامه پیغام امروز رو منتشر می‌کرد و بعد از انقلاب اسلامی هم دوباره این روزنامه رو منتشر کرد که خیلی سریع توقیف شد و حکم اعدام ایشون هم قیابی صادر شد که مجبور شد ایران رو ترک بکنه. آقای مرزبان در دورانی که در دهه 50 خورشیدی ممنوع القلم شده بود حدود 5 سال استاد دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی بود و توی این مقام تعداد بیشماری روزنامه‌نگار خوب تربیت کرد برای جامعه ایران که بسیاری از اونها الان خودشون جز استادان روزنامه‌نگاری هستن، مثل حسن نمکدوست در ایران که از استادان خوب روزنامه‌نگاری شده و میشه گفت که چند نسل روزنامه‌نگار رو ایشون تربیت کرد در ایران. در خارج از کشورم هر کسی که میخواست نشریه‌ای منتشر کنه، روزنامه‌ای منتشر کنه، طرف مشورت ایشون بود و خودش هم چند بار تلاش کرد که یکی دو تا روزنامه رو منتشر بکنه که متاسفانه به دلیل مشکلات خارج از کشور طول عمر این روزنامه ها بسیار کوتاه. من میتونم بگم که آقای مرزبان یکی از ستون‌های اصلی جامعه مطبوعات ایران در طی 60-70 سالی بود که فعالیت داشت و مورد احترام همه بود و دوستش داشتم و بسیاری از روزنامه‌نگاران هم نسل من و نسل‌های بعدی ایشون رو در واقع پرورش دهنده خودش بود. آقای مرزبان شخصیت شناخته شده ای هست در جامعه ایران به 2 دلیل، یکی به دلیل فعالیت های صنفی و روزنامه‌نگاری، 2 به دلیل فعالیت های سیاسی و این دو ویژگی را به هم ربط داده بود و شخصیتی استثنایی از این آدم درست شد و جامعه ایران چه در زمان شاه چه بعد از زمان شاه با احترام به این شخصیت نگاه میکنه و با احترام از او یاد میکنه. آقای مرزبان شخصیتی بود که فعالیت های روزنامه‌نگاری را در خدمت آزادی خواهی گذاشت و به تعهدات خودش عمل کرد. ایشون مبارزی بودند که در جهت خدمت به قلم، در جهت خدمت به ادبیات، در جهت خدمت به روزنامه‌نگاری و اصول آزادی خواهی نهایت فعال بود
و در سالهای سی در رابطه با روزنامه‌نگاران ایران، در رابطه با سیاست و مبارزات آزادی خواهی فوق‌العاده فعال بود. بعد از انقلابم از جزو کسانی بود که در خدمت گرفتن قلم خود در راه آزادی خواهی باز هم فعالیت داشت و جزو مبارزین و جزو نویسندگان و شاعران و روزنامه‌نگارانی بودند که همیشه در تاریخ ادبیات و مبارزات سیاسی و روزنامه‌نگاری ایران جاشون پایدار و جاودان خواهد ماند. خیلی ممنون از لطفتون. آقای مرزبان در حقیقت مرزبان آزادی بیان بودن در ایران از اول، یکی از بزرگترین استادان و بنیانگذاران روزنامه‌نگاری جدید ایران به حساب کرد. کاری که ایشون کردن در حقیقت بسیاری از خبرنگارا یا عکاسای ایرانی که الان وجود دارن تمام تحت تاثیر کارهای آقای مرزبان ما بزرگ شده بودن. استاد بزرگ همه ما مخصوصا هستن و تأثیری که آقای مرزبان گذاشتن نه فقط تو مسئله خبرنگاری یا نوشتن و از نظر تکنیکی بود، بلکه اون عشقشون به آزادی، عشقشون به این که بتونن همه مسائل مختلف حکومت رو بیان بکنن، این بود که تأثیر زیادی رو همه ما گذاشت. فقدان یا بگیم زندگی در غربت رو شما چگونه به عنوان یک عکاس یا یک هنرمند یا یک شاعر شما از دید یک هنرمند برای ما بگید چجوری؟ در اصل غربت میتونه انسان رو به پایین بکشه، ولی در یک برعکس من فکر میکنم که خود این غربت یک قدرت بسیار زیادی به انسان میده، برای اینکه انسان رو میتونه به تمام دنیا بکشونه افکارش رو. شاید توی مملکت آدم نتونه کار بکنه، اما همه دنیا میشه مملکت آدم. و اگر از این زاویه نگاه بکنیم میدونیم که خیلی از هنرمندان دنیا بودن که غربت به اینو کمک کرده که بتونن هنرشون رو جهانی بکنن، بتونن حرفاشون رو به تمام دنیا بکشونن. برای همین من فکر کنم که به نوعی خود همین تبعید یا غربت میتونه مایه قدرت بیان باشه. برای آخرین سوال، مرگ در غربت، میدونیم که در پیرلاشز آقای صادق هدایت هستند، آقای سعیدی، آقای دکتر قاسمی، دکتر شرفی و آخرینشون آقای مرزبان. این به عنوان یک سوال، این فاجعه رو شما چگونه میتونید ببینید؟ فاجعه برای جامعه هنرمند، سیاسی، شاعر، ادبا که در غربت اینجور جان می‌سپارند. واقعیتش اینه که من مسئله مرزهایی که الان وجود داره رو دیگه قبول ندارم. من فکر میکنم که همین جام که آقای مرزبان یا هدایت یا ساعدی دفن شدن، اینم با جزء خاک کره زمینه. همه ما در نهایتا جزء یک کره هستیم. اگر از این طریق نگاه کنیم تمام دنیا میشه مملکت ما. و من فکر نمیکنم که مرگ چه اینجا باشه چه در ایران تفاوتی داشته باشه. مهم این استش که آدم افکارش رو بتونه و بیان بکنه و آقای مرزبان توی مدت تونستن افکارشون رو اینجا بیان بکنن و توی ایران که خمینی دستور قتل این رو داده بود اونجا نشوند کار بکنن، اومدن اینجا و تونستن کار بکنن. برای همین به این که مرگ در غربت رو من چیز فاجعه نمیبینم واقعیتش. یه مرگی هستش که همه ما باید قبول بکنیم و سراغ همه ما میاد، حالا هر جای دنیا باشه هست اومده پیش اومده. خیلی ممنون. یک موردی که خاطر زیادی ندارم. اونطور در ایران روزنامه پیغام امروز رو فکر میکنم خود آقای مرزبان فرستاده بوده، یکی از همکارانشون سراغ من یه مصاحبه‌ای با من کردن در مورد آقای دکتر یزدی که اون موقع یا وزیر خارجه بود یا معاون آقای بازرگان بود، یک حرفایی زده بود که کاملا نادرست بود در مورد اپوزیسیون زمان شاه و من از طریق اون مصاحبه اونها جواب دادم. بعد هم که البته من آماده بودم بیرون نتونستم برگردم،
شما ندیدم هرگز در ایران تا آقای مرزبان آمدن به خارج و در اینجا ما با هم آشنا شدیم و رفت آمد داشتیم و تا همه یک سال پیش که ایشون رو بعد بردن به یه محلی که دیگه من تماس ندشم باش آدم خیلی ساده افتاده و از این جنبش من خیلی ازش خوشم میاد آقای از که روزنامه‌نگار خوبی بود اینها ولی انسان ساده و افتاده‌ای بود و هیچ کبری من در این مرد ندیدم خیلی ممنون